به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو، ساعت یک بعد از ظهر آفتابی اما بسیار سرد واشنگتن. چون دوشنبه شبهای پیشین در این شماره از تفسیر خبر نیز میپردازیم به عرصه حقوق بشر یا نقض حقوق بشر در ایران با اخباری که تا این لحظه در این زمینه منتشر شده است. همچنین گفتگو میکنیم در این زمینه که چرا حقوق بشر روز به روز به طور گسترده تر در ایران نقض می شود، ریشه های مشکل در کجاست، چگونه می توان حقوق بشر در ایران رو سامان داد، استنباط دولتی از دین و اعمال این استنباط در بازداشت ها، شکنجه ها، اعدام ها در ایران چیست، مرجعیت شیعه آنگونه که در حکومت اسلامی خلاصه شده است چه نقشی در روند نقض حقوق بشر در ایران دارد و روحانیون غیر دولتی در این مسیر می توانند چه نقش مثبتی احتمالا داشته باشند. در نیمه نخست برنامه آقای علی گرجی از لندن با من و شما هستند، عضو فعالان جنبش حقوق بشر در لندن. در ادامه برنامه میهمان دیگری نیز خواهیم داشت با آخرین خبرها در عرصه نقض حقوق بشر در ایران. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند همونطور که اشاره کردم آقای علی گرجی در لندن استودیوی ایران فردا. آقای علی گرجی دارای فعالیت‌های پیوسته و مستمر در عرصه حقوق بشر بودند در مسیر تأمین حقوق بشر در ایران. در انگلستان سخنرانی‌های متعددی داشتند در همین زمینه و همینطور مطالب منتشر شده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان. در خارج از ایران فعالیت‌های گسترده‌شون بسیار زیاد هست، امیدواریم در برنامه‌های دیگه بتونیم به بخش‌هایی از این فعالیت‌ها اشاره بکنیم. به اتفاق شما به آقای علی گرجی خوش آمد می‌گیم در استودیوی ایران فردا در لندن. سلام به شما. سلام عرض میکنم آقای چالنگی به شما و به بینندگان عزیز برنامه تفسیر خبر ایران فردا. خب من یک نکته رو در همین آغاز برنامه بگم که حضور آقای علی گرجی برای من بسیار خاطر انگیز است، مطمئن هستم با اشاره‌ای که من خواهم داشت برای شما نیست. اینکه آقای علی گرجی فرزند گرامی هنرمند ارجمند ایران روانش شاد نعمت الله گرجی هستند. آقای نعمت الله گرجی هنرمند تئاتر و سینمای ایران نزدیک به نیم قرن در این عرصه فعالیت داشت. فیلم‌های بسیاری از ایشون رو ما دیدیم، با بازی ایشون دیدیم و همینطور نمایش‌های بسیاری که در تئاترهای ایران به خصوص در دهه 1330 و 1340 به صحنه اومد. یادشون گرامی و روانش همواره شاد باد.
آقای گرجی گرام، در کشوری که سپاسگزارم آقای چارنگی از اینکه خاطر پدر رو زنده کردید مجددا. بله ما با بازی های ایشون بزرگ شدیم و واقعا یادشون گرامی بود و همه رفتگانی که همراه ایشون بودن در سینما و تئاتر ایشون. بازی ایشون در سینما هرگز فراموش شدنی نیست. ایام نوجوانی و جوانی خودمون با دیدن فیلم هایی که ایشون نقش اساسی داشتن درش ما گذرم. آقای گرجی گرامی، جانا و اما در کشوری که هنرمندانی مثل نعمت الله گرجی و بسیار هنرمندان دیگه داشت و روی در نقاب خاک کشیدن، میبینیم آنچه که مانده نقض مستمر حقوق بشر هست متاسفانه. بله من پیش از اینکه به خبرها بپردازم از شما این پرسشو دارم که چون میدونم مطالعه کردید، پژوهش کردید، تحقیق کردید، ریشه های نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب رو در چی میبینید؟ خدمت شما عرض کنم که آیه چالنگی، این بحث یه پیشینه خیلی طولانی داره که از دوران مشروطه به این سو در واقع ما هم شاهدش بودیم هم مصائبش رو تحمل کردیم. اون چی که اتفاق افتاده از دوران مشروطه این بوده که اون کسانی که طرفدار مشروعه بودند در مقابل مشروطه خواها توانستن در واقع مشروطه خواها رو قانع کنن، متقاعد بکنن که باید حتما قوانین مشروعه در قانون اساسی کشور وجود داشته باشه. این در دوران رضا شاه هم در قانون اساسی این ماده به خصوص در واقع برای اشراف اصل شریعت بر کلیه اصول و قوانین، این در قانون اساسی دوران رضا شاه بود، در قانون اساسی دوران محمد رضا شاه پهلوی هم بود و الان در واقع یک کاسه شده، یعنی مرکز ثقل قوانین اساسی جمهوری اسلامی شده. البته اون قانون اساسی که اشاره می‌فرمایید که همون قانون اساسی مشروطه بود که به هر حال اگه تبصره های اضافه و کم شد بحث دیگه است. یعنی قانون اساسی رضا شاه ما نداشتیم یا محمد رضا شاه، چون سوء تفاهم نشه برای بینندگان. بفرمایید. بله خدمت شما عرض کنم که اون چی که الان در واقع مشکل اساسی ملت ما هست در ارتباط با قانون اساسی این هست که اصل چهارم قانون اساسی موجود، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، در واقع این شرایط رو به وجود آورده که همه اصول و قوانین و مقررات قانون اساسی و کشور متأثر باشند یا مکلف باشند به قواعد شرعی که اصل چهارم و فقهای شورای نگهبان در واقع بهشون تحمیل میکنه. این اون مشکل اساسی، این اون مشکل اساسی هست که در واقع در داخل کشور ما عامل نقض حقوق بشر هست. ما گفتگوهای متفاوتی رو توی این مدت از توی این دوره 30 و چند سال از روشنفکرامون، از فعالین سیاسیمون، حتی از فعالین حقوق بشرمون شنیدیم که میشه قوانینی رو در واقع در قانون اساسی تغییر داد و این شرایط رو به وجود آورد که بیشتر نزدیک بشیم به بحث مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر. اما ما با بررسی قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، به این نتیجه رسیدیم که برای استقرار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در کشور، برای از بین بردن امکان نقض حقوق بشر در کشور، نیاز به در واقع تغییر بنیادی این قوانین داریم. توی تک تک مفاد این قوانین در واقع این شرایط تحمیل شده، شرایط اشراف بحث شریعت به حقوق مدنی مردم تحمیل شده و این قدرت رو داره، این توانایی رو داره که در واقع آزادی های مردم رو محدود بکنه. من فقط یه اشاره بکنم در پرانتز در تکمیل آنچه که آقای گرجی عزیز گفتن، قانون اساسی مشروطه بندی رو که مربوط میشه به تطبیق قوانین با شریعت اسلام محول کرده نظارت رو بر یک هیئت به اصطلاح شبیه همین چیز
شورای نگهبانی که بود، این عصر رو هم به اصرار و پافشاری و درگیری هایی که برای خاتمش هر دو جناح تلاش کردن، فضل الله نوری تحمیل کرد به قانون اساسی مشروطه که این هیئت نظارت مستقیم داشت. البته به مرور چون این نظارتی وجود نداشت، یعنی روحانیون، نخبگان به اصطلاح فقه شیعه چون این نظارتی ازشون سلب شد و وجود نداشت، به ویژه در دوران محمد رضا شاه پهلوی. و یکی از ایرادات اساسی که آیت الله خمینی و بقیه روحانیون مخالف محمد رضا شاه پهلوی داشتن این بود که چون این هیئتی رو به اصطلاح حذف کرده و قانون اساسی رو اونطور که هست اجرا نمیکنه. از این زاویه بود که مخالف بودن. مخالفان دیگری بود از زاویه دیگری که معتقد بودن پادشاه باید سلطنت کنه و نه حکومت. اما مخالفت روحانیون با محمد رضا شاه پهلوی در ارتباط با قانون اساسی از چنین زاویه بود و هر دو گروه ناخواسته با هم شریک شدن، یا دانسته یا ندانسته بحث دیگر است. اما آقای گرجی عزیز، شما اشاره کردید به روشنفکران یا کسانی که معتقد هستند که این قانون اساسی رو میشه تغییر داد یا نداد. اساسا خیلی هم معتقد هستند که این قانون اساسی رو میشه اصلاح کرد، چون این امری امکان پذیر هست یا خیر باید طرحی نو در انداخت. آی چرنگ، این سوال خوبیه، چون مردم همیشه در واقع از جانب خصوصا اصلاح طلب های نظام با این قضیه مواجه هستند. خوبه که از این فرصت استفاده کنیم و دلیل در واقع قطعی نشدن این کار رو، یعنی اینکه قانون اساسی واقعا چرا با اصلاح نمیتونه بحث حقوق بشر رو در کشور استقرار بده، من دلیلش رو اگر اجازه بدید در دو سه خط روی بحث اصل چهارم براتون بخونم. بفرمایید، خواهش می‌کنم. اصل چهارم قوانین اساسی نظام استبداد میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. شما با یک همچین قانون اساسی فکر میکنید که بشه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در کشور استقرار داد؟ خب ببینید، مسئله این هستش که حکومتی در ایران بر سر کار آیت الله خمینی بدون هیچ رو درواسی اعلام کرد، گفت ما اعلامیه حقوق بشر رو قبول نداریم، ما قانون اساسی، ما حقوق بشر اسلامی داریم، حقوق بشر خود ما بسیار مترقی‌تر و جامع‌تر هست، رو درواسی وجود نداشت. یعنی و بعد یک نکته دیگه این هستش که این شورای نگهبان وقتی میگه بر موازین اسلام منطبق باشه، عملا در نهایت بر موازین فقه شیعه هست که به اصطلاح استحکام پیدا میکنه یا نشسته یا اجرا میشه، چون به هر حال ما بیش از 15 میلیون اهل سنت در ایران داریم، منطبق فقه مختلفی در موارد بسیار از نظر اصول فقهی با هم اشکال داره. ببینید، یه خصوصیتی که در قانون در این مدل قانون اساسی ها وجود داره این است که انحصار به وجود میاره، انحصار در کلیه زمینه ها، در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، انحصار در تفکر، انحصار در بیان، در نشر فرهنگی، در فعالیت های فرهنگی. این انحصار به خودی خود در واقع آزادی های مردم رو سلب میکنه. شما با یک حکومتی مواجه هستید که بر اساس قانون اساسی عمل میکنه که این قانون اساسی بحث انحصار در واقع دیدگاه رو در کشور استقرار میده. این چنین حکومتی، چنین قانون اساسی قادر نیست تحمل بکنه مباحث مربوط به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که تضمین کننده آزادی های فردی و مدنی در جامعه است. بله، متوجه هستید؟ بله بله.
ببینید آقای گوجی، نکته بله این هستش که وقتی باز برمیگردم به همون حرفی که حکومت اشاره میکنه، تاکید میکنه بدون رو در ما قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو قبول نداریم. تکلیف این حکومت چیه در عرصه بین المللی؟ ببینید، در عرصه ما معمولا به عرصه بین المللی این حکومت زیاد اهمیتی نمیدیم، برای که تا مادامی که این حکومت هست، موجودیت داره و داره در واقع معادلات سیاست خارجی و معادلات بازرگانی خودش رو با دیگر کشورها سامان میده، خب طبیعتا ترفندها و ابزارهایی داره که میتونه با اتکا و استفاده از این ابزارها روابطی با دولت‌های خارجی برای خودش رقم بزنه و به وجود بیاره. اما اونچه که برای ما مهم هست در واقع شرایط داخلی کشور هست، یعنی اونچه که در واقع برای ما مهم هست این است که ببینیم که برای مردم چه راهکاری میتونیم داشته باشیم که با اتکاء به اون راهکار بتونن این معضل بزرگ رو در جامعه از بین ببرن و شرایطی به وجود بیارن، زمینه مساعدی به وجود بیارن برای اینکه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استقرار پیدا کنه. به اعتقاد ما تنها راه در واقع استقرار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استفاده از حق مدنی مردم، رفراندوم هست. این حق در واقع بخشی از حقوق بنیادین مردم هست، استفاده از رفراندوم هست، مطالبه رفراندوم هست. اگرچه حتی حاکمیت نظام جمهوری اسلامی باش مخالفت بکنه، اما مردم این حق رو دارن که برای تغییر بنیادی قوانین اساسی کشور رفراندوم برگزار کنند. بسیاری از روشنفکرای ما در طی همین چند سال اخیر، خصوصا بعد از بحث 88 که شاید تا حدودی تونست روی در واقع خوشبینی هاشون نسبت به این نظام تأثیر بگذاره و متوجهشون کنه که این نظام این ظرفیت رو نداره، این حاکمیت این ظرفیت رو نداره که به آزادی های فردی و آزادی های اجتماعی مردم بپردازه، بسیاری از اونها الان دیگه دارن گفتگو میکنن از تغییر قوانین، الان دیگه دارن تأکید میکنن روی این قضیه. خب اینی که صحبت میشه، اینی که تقاضا میشه، اینی که حق مردم هست، این یه بس. اما این حق و حقوق و این صحبت و این نظریه و پیشنهاد رو چطور به اجرا میشه گذاشت؟ یعنی مثلا همه پرسی یا رفراندوم مورد اشاره شما، بله حق مردم هست هر زمانی به نحوی. خب احزابی اگه در کشور باشه میان، حزبایی که مردم رو نمایندگی میکنن مطرح میکنن، بالاخره جای به نتیجه میرسن. اما در ایران کنونی شده؟ آیه چارنگی عزیز، احزاب سیاسی که در خارج از کشور وجود دارن و حتی احزاب سیاسی محدودی که در داخل کشور وجود دارن، تا ما به اون زمینه مساعد برای حضور این احزاب در داخل کشور نرسیم، این احزاب نمیتونن ارزیابی های متعادل و درستی از جامعه ما داشته باشند. ضرورت ایجاب میکنه که این احزاب در داخل کشور حضور داشته باشند و در داخل کشور فعالیت بکنن و میزان در واقع واکنش مردم نسبت به برنامه های حزبیشون رو ارزیابی بکنن. آنچه که در واقع اتفاق میفته اینه، ما در فکر میکنیم که پیش از این که بخوایم سراغ برنامه احزاب بریم، پیش از این که مردم رو دعوت بکنیم به این که به برنامه های احزاب توجه بکنن، مردم رو دعوت میکنیم به این که این زمینه رو با تغییر بنیادی قانون اساسی به وجود بیاریم که پس از اون احزاب این امکان رو پیدا کنن که آزادانه در داخل کشور حضور پیدا کنن، میتینگ بگذارن، عقایدشون رو منتشر کنن، عقایدشون رو مطرح بکنن تا بتونن نظر مردم رو به خودشون متوجه کنن. اما اینکه فرمودید بحث رفتن به سمت رفراندوم، من فکر میکنم که نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، منظورتون همین بود؟ چطور چنین چیزی امکان داره؟ همین، من حرف من میخوام شما بفرمایید که خواهش الان تا اندازه جواب دادید که مردم رو دعوت
کنیم به اینکه خواستار رفراندوم بشن یا همه پرسی یا هرچی، بله چون ببینید، حرف بر سر اینه. بعضی وقتا این حرف جوری مطرح میشه که انگار مردم نمیدونن که از حقوقشون یکی این هستش که تقاضای تظاهرات بکنن یا هر چه که هست. مدو در شرایط کنونی بس بر سر اینه که وقتی مطرح میشه این تصور نباید وجود داشته باشه که حکومت ایران هم حکومتش میگه بسیار خوب، حالی که مردم میخوان رفراندوم کنن یا شما یا کسان دیگه مطرح کردن بفرمایید رفراندوم قانون اساسی آری یا نه، میخوان یا نمیخوان. در یه همچین شرایط ایران، در یه همچین بله شرایطی که متوجه هست هستم، ایران، چطور میشه مردم به این خواستشون برسن؟ حق با شماست آقای چلنگی. کار خیلی کار بسیار سختیه. فعالین حقوق بشر تو طول این مدت با هر تشکیلاتی، در هر تشکیلاتی، با هر شرایطی، در واقع تلاششون این بوده که مردم رو به نحوی از آنها با حقوق بنیادیشون آشنا بکنن. این در واقع جزو اساسی ترین وظایف فعالین حقوق بشره. اخیرا هم من دیدم که خانم نصرالدین ستوده توی یک جمعی داشتن راجع به همین قضیه صحبت میکردن. آشنایی با حقوقمون و خصوصا آشنایی با حقوق بنیادیمون از مهمترین مشغله هایی که ما باید بپردازیم و در واقع این ابتدای اون راهیه که ما باید بریم برای اینکه بتونیم به سازماندهی مردم و طرح مطالبه رفراندوم برسیم. طبیعتا اگر مردم به درک حقوق بنیادی خودشون نرسیده باشند، طبیعتا نمیان وارد خیابانهای سیاسی کشور نمیشن برای طرح مطالبه رفراندوم. ما در واقع تمرکزمون روی این قضیه است های چلنگی. فعالین حقوق بشر هم تمرکزشون روی این قضیه هست که بحث حقوق بنیادی رو با مردم مطرح بکنن و اونها رو به این درک برسونن. ببینید بعد از مدت هاست، بعد از سال ها، شاید بعد از قرن ها هست که در جایی از خاورمیانه حکومتی بر سر کار میاد، حکومتی که ادعا میکنه حکومت اسلامی است، حکومت دینی است، نخستین حکومت الله بر زمین هست، حکومت ایران پس از انقلاب، و پس از اون هست که ما طالبان رو داشتیم در افغانستان. در واقع دو نوع حکومت مختلف اسلامی با عملکردهای کم و بیش مشابه در سنگسار مشابه بودند، سنگسار زنان و در درآوردن چشم و بریدن دست باز هم همسان بودن، و در اعدام های بدون محاکمه، حالا با محاکمه هم اعدام نباید کرد، ولی اعدام های انسان هایی که با اتهامات بی اساس در موارد بسیار، و بعدا حتی در همچنان ادامه پیدا میکنه. البته طالبان از بین رفت همه میدونیم، اما حکومت ایران نخستین حکومت دینی هست در دوران معاصر که چنین کرده، و حتی آقای امیر اصلانی عزیز رو هم اعدام کردن به خاطر اینکه فقط مطرح کرده بود که یونس در دهان ماهی نشد و امکان پذیر نیست، روایت دیگه. و الان هم آقای سهیل عربی رو به اتهام سب نبی و به اهانت به پیامبر در آستانه اعدام قرار گرفته. سینر هم جلو میده، آقای وزیر خارجهش آقای محمد جواد ظریف با دهانی گشاده به خنده های بیمعنی در این جلسه اون جلسه حضور پیدا میکنه، اعلام هم میکنه ما نقض حقوق بشر در ایران نداریم، زندانی سیاسی نداریم. محمد جواد ظریف رئیس کمیته حقوق بشر دستگاه برادرش، اون یکی برادر صادق، ببخشید محمد جواد لاریجانی، اون یکی برادرش صادق لاریجانی در ژنو میره، اون هنرمندی مثل داوود رشیدی در کنارش، صحبت از اینکه در ایران حقوق بشر به مراد بسیار عالیه و باید الگوی جای دیگه قرار بگیره، و اینا رو اعتقاد دارن، دارن فکر میکنن دارن حکم خداوند رو انجام میدن به روایت شیعه، بله، و
مردم هم میرن به مردم که من میگم گروهی از مردم به هر حال میرن به تماشا میستن اعدام هایی که در سر هر چهار راهی هست و بعد آخرم شعار میدن نیروی انتظامی تشکر تشکرم میکنن از بابت اینکه امروز مهمان یک مجلس اعدام بودن اعدام یک انسان. شما بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید بحث سیاست خارجی ایران در واقع این که توی سیاست خارجی با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران نقض میشه با در نظر گرفتن این که غربی ها رو این قضیه تاکید دارن و بارها تو این رابطه قوانین رو تصویب کردن یا شعار دادن یا در واقع جمهوری اسلامی رو تحت فشار گذاشتن، اما با تمام این تفاصیل جناب آقای چارنگی اونها در واقع منافع ملی خودشون رو در اولویت میبینند، یعنی ممکنه که در شرایطی به این نتیجه برسند که با جمهوری اسلامی به توافق برسند و وارد گفتگوهای اقتصادی بشن که بتونن منافع ملی خودشون رو تأمین بکنن. به این اتفاقیه که بارها تو طول تاریخ افتاده و ابایی ندارن از اینکه چشمشون رو به سوی بسیاری از مباحث ببندن. شما خاطرتون هست بحث قطرهای زنجیری و قطرهای خارج از کشور در واقع در مقابل چشم اروپایی ها انجام می شد. بسیاری از این قطرها رو میشد جلوگیری کرد ازش، اما سهلنگاری ها و سستنگری ها تو ارتباط با این قضیه به دلایلی که در واقع پشت پرده بود، به دلیل معاملات و روابطی که پشت پرده با جمهوری اسلامی داشتن، چشمشون رو واقعا بستن و ما بسیاری از این عزیزان رو که خیلی میتونستن مفید باشن در حرکت نهایی جنبش از دست دادیم. آنچه که در واقع برای ما ویژگی داره این هست، مهم نیست که دول خارجی یا دول غربی حتی با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، به توافق برسن و یا مثلا معادلات سیاسی بینشون معادلات تبدیل بشه به معادلات ساده و همه چیز دوباره برگرده به روابط عادی، این مهم نیست. چیزی که برای ما مهمه ملت‌های غربی هستند و ملت‌های دنیا هستند که اگر که به این نتیجه برسند که ملت ایران با اتکا به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر به سمت رفراندوم برای تغییر بنیادی قانون اساسی، یعنی به سمت حق بنیادی خودش حرکت میکنه برای اینکه بتونه با تغییر بنیادی قانون اساسی زمینه استقرار مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در کشور فراهم بکنه، طبیعتا ملت‌های دنیا همونطور که با بسیاری از اندیشمندان غربی همراه شدن ملت‌های دنیا در ارتباط با کارهایی که انجام دادند که در واقع جنبه حقوق بشری داشت، با ملت ایران همراه خواهند شد. در یک همچون مقطعی دولت‌های غربی و دولت‌های دنیا مجبورند که تابع ملت‌های خودشون باشن و بسیاری از روابطشون رو معلق بگذارن با جمهوری، معلق کنن با جمهوری اسلامی. چیزی که مهمه اینه که در واقع از نظر ما چیزی که مهمه اینه که مردم ما، ملت ما در داخل کشور به درک حقوق بنیادی خودشون برسن و حرکت کنن به سمت اینکه این آقای جانم گرجی عزیز، شما وقتی کلمه درک رو به کار میبرید، ببینید من تردید ندارم که مردم ایران، نه تنها مردم ایران، مردم همه جا حقوق خودشون کم و بیش آشنا هستن. یعنی من وارد احزاب سیاسی عرض کنم خدمت، آزادی بیان، مطبوعات، همه اینا به کنار، حقوق انسان فقط شامل اینها نیست، قطعا شما همین نظر دارید. ببینید یک تهرانی که بلند میشه از صبح با چندین و چند مسئله رو بره، من بارها اینو گفتم، از هوای آلوده، از آب آلوده، از داروی تاریخ گذشته، از برنج سرطانزا، از پارازیت های امواج پارازیتی که سرطانزا هستن، از بیمارستانی که باید تختش رو خودش ببره برای کسانش اگر هست، از سبزی آلوده ای که از ورامین میاد و ده ها مسئله روزمره دیگه، نمیدین جز حقوق اولیه انسان هستن. هوا یا آب آشامیدنی، اینا رو همه میدونن.
آزادی احزاب، آزادی بیان، همه اینا را بسیاری از مردم میدونن، اما اولویت معمولا در زندگی روزمره برای گذران همون سفره هست. و باز شما میبینید که مطالبات رفراندوم نیست، البته سرکوب در این ور هست بدون هیچ تردید، اما این سکوت رو امکان میده که به حکومت ایران، کما اینکه گفتن همین آقای محمد جواد ظریف که گفتم دهانی گشاده به خنده های بی معنا داره و در این مذاکرات اتمی حالا خواهیم دید به کجا خواهند رسید و ایران رو دوباره با چه بحران های تازه روبرو خواهند کرد. به هر حال بارها گفتم مردم از این قوانینی که ما داریم حمایت میکنه. شما چه نظر دارید؟ آیا این سکوت رو نمیشه تعبیر کرد به اینکه خب تلویحا یه جور حمایته از این روندی که وجود داره نقض حقوق بشر در ایران، چه بخوایم چه نخوایم؟ بفرم. بله، خدمت شما عرض کنم که بله سکوت وجود داره، منتها این سکوت نشانه موافقت نیست. سکوت مردم معمولا توی یک سیستم دیکتاتوری، توی سیستمی که انحصار عقیده در اون حاکم هست، معناش چیز نیست، معناش موافقت با اعمال و سیاست‌های رژیم نیست. این سکوت هر بار که تبدیل به فریاد شده سرکوب شده و طبیعتا مردم هم توی این مدت آموختند که کجا وارد عمل بشن، توی شرایط خاصی، توی شرایط متفاوت، در واقع با حضور خودشون در خیابان‌های سیاسی نشون دادند که موقع شناس هستند. اما این که در ارتباط با بحث آگاهی نسبت به حقوق بنیادینشون رو اشاره فرمودید، ببینید چیزی که توی تاریخ در واقع اجتماعی ما وجود داره این بوده که به دلیل حضور نظام‌هایی که همیشه مسئولیت گردش در واقع چیز رو داشتن، گردش و مسائل اقتصادی سیاسی کشور رو بر عهده داشتن و تو این زمینه تصمیم گیرنده نهایی بودن و مردم هیچ وقت تصمیم گیرنده نهایی نبودن، این عادت تاریخی برای ملت ما به وجود آمد که مسئولیت ها رو به راحتی بسپارند به کسانی که در واقع در حاکمیت هستند. این عادت، عادت بدی بوده که الان مردم دارن متوجه میشن که دیگه نباید این مسئولیت رو به کسی بسپارن. اگر که قرار هست که به حقوق بنیادین خودشون برسن، اگر که به قرار هست به حقوق خودشون برسن، خود مردم هستند که باید در واقع برای به دست آوردن این حقوق وارد عمل بشند. اگر که بدونن که سرنوشت خودشون رو خودشون باید رقم بزنن، اگر اعتقاد پیدا کنن، اگر به درک این مطلب برسن که این بار هم مثل جریان 57 مسئولیت همه چیز رو به عهده یک گروهی ندند، بر عهده یک گروهی نگذارند که اونها کارهای کشور رو بچرخونن و خودشون فاصله بگیرن از اینکه حضور داشته باشن در تصمیم گیری های کشور، حضور داشته باشن در تعیین سرنوشت خودشون، اگر که به این درک برسن که ما در واقع داریم، ما فعالین حقوق بشر داریم روی این بخش از قضیه کار میکنیم، طبیعتا روی سرنوشت این کشور، روی سرنوشت این ملت تأثیر خواهد گذاشت. این واقعیت اینه آقای چارنگی، که بسیاری از مردم میدونن که از چی. از جالبه برای من حدود 6 سال هست که آمدم به لندن. تا پیش از این وقتی بحث حقوق بشر رو در ایران مطرح میکردیم، مردم از حقوق بشر به عنوان واژه‌ای برای دادخواهی استفاده میکردند. متوجه هستید؟ ولی اگر که ازشون میپرسیدید که مثلا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر چی هست و تو این مفاد چطور میتونه حقوق بنیادین شما رو تامین بکنه، طبیعتا نمیدونستن، برای اینکه یا دسترسی نداشتن. خب خیلی جای دنیا هم نمیدونن، همون در انگلستان هم شما از 10 نفر بپرسید مفاد حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بله بله هست، به احتمال دقیقا همینطوره، درست، زیاد بسیارشون نمیدونن. آره، منتها چیزی که برای ما مهم هست این است که مردم ما به این نتیجه برسند. آقای چارنگ، یعنی ما در واقع داریم تلاش میکنیم، داریم قوامون رو متمرکز میکنیم، فعالین حقوق بشر، که بتونیم این قضیه رو سامان بدیم و واقعا این تأثیر میگذاره روی
آینده این مملکت. البته من گفتم آقای گرجی عضو فعالان جنبش حقوق بشر هستن که یک تشکل در واقع، چون فعالان بدون تشکل خوب بسیار هستن. این تشکل برای شما آرزوی موفقیت داریم و با متشکرم. سپاس بسیار از شما آقای علی گرجی عزیز. با سپاس. لطف دارید، متشکرم. منم سپاسگزاری میکنم از شما. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ادامه برنامه آقای عبدالکریم میرفرد با من و شما خواهند بود از ترکیه تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستن در ترکیه آقای عبدالکریم میرفرد، پژوهشگر و فعال حقوق بشر. نخستین بار نیست که با ما هستند، مجدداً به ایشون خوش آمد میگیم و سلام میگیم به نمایندگی از بینندگان تفسیر خبر. آقای عبدالکریم عزیز، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای چالنگی و همچنین همه بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، و جا داره که یادی بکنیم از کشته شدگان قتل‌های زنجیره‌ای آقای داریوش فروهر و همچنین پروانه اسکندری و دیگر کشته شدگانی که به وسیله رژیم ولایت فقیه در 15 سال قبل طی یک سلسله ترورهای سازمان یافته به وسیله وزارت اطلاعات جونشون را از دست دادن. بله، و بسیاری از جوانان ایرانی که در رویدادهای مختلف توسط گزمه های حکومت فقیه به قتل رسیدن، بسیار متاسفانه تومار مقتولین در سالهای پس از انقلاب. اما عبدالکریم جان، ببینید، اعدام در پستوی زندانها بود، بعدن کم کم به میدانها آورده شد، قتلها پنهانی بود، بعد کم کم جنبه آشکار به خودش گرفت. قاتلان نه تنها بخشیده به محاکمه نشدن و مجازات نشدن، بلکه مورد ستایش هم قرار گرفتن، جمله قاتل دکتر شاپور بختیار ما میبینیم وقتی که باز میگرده به ایران، وزارت خارجه بر گردنش تاج گل میندازه. من میخواستم به این پدیده دوباره بازگشته به صحنه اجتماعی ایران اشاره بکنم. اعدام در ملأ عام چرا؟ چه پیامدهایی؟ چه مجوزهای اجتماعی داره از طرف مردم؟ ببینید، این فرای از اون تأثیرات اسفناک روانی که متاسفانه اجرای مجازات در ملأ عام بر روی روان مردم و اجتماع داره، ما یک نکته رو باید بهش توجه بکنیم. این که چرا جمهوری اسلامی به شکل بی‌رویه‌ای داره در این مسئله اعدام در ملأ عام رو اجرا میکنه. یعنی در ساختارهای توتالیتر و ساختارهای دیکتاتوری توتالیتر نظیر جمهوری اسلامی، اجرای این مجازات خصوصا در انظار عمومی بیشتر نوعی قدرت نمایی حکومتی محسوب میشه، که این قدرت نمایی نه تنها نسبت به قربانی صورت میگیره، بلکه تمامی تماشاگران رو توی این قضیه دربر میگیره و محکوم به اعدام تنها ابزاریه که به وسیله اون ساختار حاکم اعمال قدرت بر دیگر شهروندان رو به صورت ذمی در اون ابراز میکنه و در واقع به نوعی اطاعت بیچون و چرای تک تک افراد و تحمیل اراده قدرت حاکم به شهروندان از جمله دستاوردهایی که دولت در اجرای مجازات معمولا در نظر داره که به اونها برسه. خود حکومت میگه که ما از هدفمون از این اینه که عبرت سایرین بشه و اگه دست دزدی رو قطع میکنیم برای اینکه بقیه ببینن دزدی چه عاقبتی داره، و بقیه حکومتی که بر مبنای فقهی است که آقایون بهش معتقدند. ببینید،
اینی که ما مثلا جمهوری اسلامی معمولا میاد یک چنین شرایطی رو عنوان میکنه و بحث عبرت رو به وجود میاره، در جمع شناسی بارهای بار هم ما شاهد بودیم. اگر به این منوال بود و اگر چنین تأثیری رو داشت در جامعه و جلوی بزهکاری مجدد رو میگرفت، خب ما الان باید یک جامعه کاملا عاری از جرم و جنایت داشتیم در ایران. از ابتدای سال 57 اینها میان سر کار، اینها شروع کردن به اعدام، قطع عضو و بقیه موارد دیگه که ما شاهدش بودیم در طول سالهای اخیر. منتها در آمار جرم و جنایاتی که در جامعه اتفاق میفته هیچ گونه کاهشی رو ما شاهد نبودیم، بلکه شاهد افزایش این مسئله پدیده بزهکاری در ایران بودیم. خب بله، ولی ببینید همراهی مردم یا بخش بزرگی یا بخش کوچک هر تعدادی هست با این اقدامات رو شما چطور میبینید و توجیه میکنید؟ حالا 100 نفر، 200 نفر، 1000 نفر، ما دیدیم در اوائل بعد از انقلاب وقتی که افسران نظام پیشین رو، نظام پادشاهی رو بر پشت بام مدرسه علوی اعدام میکردن، از شاعرانی که جنبه ملی هم حتی پیدا کرده بودن، مثل سیاوش کسرایی گرفته تا بقیه، و همینطور نویسندگان، روزنامه نگارانی مثل علی اصغر آیت‌سید جوادی و بقیه و بسیار دیگه تشویق هم میکردن. این سرعت اعدام ها باید در ستایش شعر گفتن در اعدام های بر پشت بام مدرسه علوی، افسران ارتش ایران و بقیه رو در جای دیگه، یعنی صادق خلخالی رو یک قهرمان توصیف کردن و بقیه. و الان همون فرق نمی کنه، اون بابایی هم که الان ایستاده اون پشت داره در میدون اعدام و نیروی انتظامی تشکر تشکر، همون رای رو میره که سیاوش کسرایی رفت و همون رای رو علی اصغر آیت‌سید جوادی و بقیه، جلال آل احمد هم اگر زندان بود تشویق میکرد، کمان که برادر ایشون شمس آل احمد ایشون هم تشویق میکرد اعدام های بعد از انقلاب. تفسیر شما میشه مردم کجای قضیه؟ ببینید، مردم اینجا در واقع قربانیان این ساختار خشونت پرور هستند. یعنی یک دسته از مردم که واقعا میرن و مسئله اعدام در ملاء عام رو در اون شرکت میکنن و میبینن و حتی گاهن با موبایل فیلم میگیرن، به صورت ناخواسته اینها نمیدونن که دارن قربانی سیاست‌های خشونت پرور جمهوری اسلامی میشن، چرا که تماشای مرگ یک انسان به ویژه اعدام یکی از عوامل اصلی گسترش و بازتولید خشونت در جامعه هست که باید گفت این مجازات در ملاءام خصوصاً اگر از جانب یک نهادی مانند دولت بخواد صورت بگیره معنایی جز گسترش فرهنگ و خشونت نداره و چیزی هست که خود ساختار حاکم هم میخواد، اتفاقاً خود جمهوری اسلامی هم مایل هست که این مراسم خیلی شلوغ‌تر انجام بشه که اون به قول معروف اون شرایطی رو که دوست داره در جامعه به وجود بیاره و اون فضای ارعابی رو که دوست داره به وجود بیاره در جامعه به اون دامن بزنه. و خیلی از مردم ما هم بدون اینکه اطلاعی داشته باشن ناخواسته قربانی یک چنین وضعیتی میشن متاسفانه در ایران. خب شما ببینید، ما مردم رو وقتی میگیم بله، کما اینکه ما مثلا شاید فکر میکنم هولوش چند هفته پیش بود ما در اخبار داشتیم که یک دانش آموز نهاوندی خودکشی کرده، اون هم به وسیله طناب دار. خب یک دانش آموز مثلا 14-15 ساله تحت تاثیر همین شرایطی که در جامعهش به وجود اومده میاد و یک چند اقدامی رو انجام میده. عبدالکریم عزیز، خب وقتی میرسیم به اینجا، در نیمه اول ما بحث داشتیم که ریشه های این قوانینی که منجر میشه به اعدام ها در ملأ عام ریشهش کجاست، این قوانین ریشه در کجا داره، و سوال بعدی این هست که چطور میشه این قوانین رو تغییر داد، معاصرش کرد، یا اساساً میشه قوانین دیگه جاش آورد، جایگزین کرد.
ببینید ریشه ببینید اول که ما اگر بخوایم قوانین جمهوری اسلامی رو خیلی دقیق بشونیم و بکنیم میبینیم خود قانون مجازات اسلامی قانون ترویج کننده خشونت هست. ببینید متاسفانه مفهوم حقوق بشر در ایران معمولا از یک دیدگاه فقهی و مذهبی داره بررسی میشه نه از یک دیدگاه حقوق بشری و قانونی. در ایران فقها مقولات حقوق بشری رو با مقولات فقهی تطبیق میدن، اگر حقوقی که بر اساس کنوانسیون های بین المللی برای انسان منظور شده باشه با مقولات فقهی و مذهبی تطبیق داشته باشه پس انسان در جمهوری اسلامی صاحب حقه و در غیر این صورت اگر تطبیقی نداشته باشه پس محروم هست. این مبنای حقوق بشر در ایرانه. بر همین اساس حقوق انسان ها در ایران خب متاسفانه بر مبنای باورشون هست که تعیین میشه. یعنی شما بر مبنای باور سیاسی و مذهبی ممکن از یک سری حقوق برخوردار باشی و ممکن از یک سری حقوق محروم باشی. شما ریشه قوانین رو هم ما وقتی نگاه میکنیم خب اکثریت این قوانین که جمهوری اسلامی امروز داره با اون بر سر اون مردم داره حکومت میکنه این قوانینی بودی که برای دوره خاص اون هم در چندین و چند قرن پیش خب ممکن بوده برای اون دوره جواب بده. شما مثلا ما میایم بخوام خیلی دقیق به این قضیه نگاه بکنیم، شما مثلا بیایم تو بحث جواز تعرض به حقوق افراد در قانون مجازات اسلامی رو شما بیاید نگاه بکنید، در کجای دنیا رسم هست به یک در کجای دنیا قانون به وسیله شهروندان اجرا میشه؟ خب یک نهادی هست به اسم دولت، حالا دولت ارگانهای مختلفی داره که اونها مسئول اجرای قانون در جامعه هستن، ولی خیلی راحت مثلا ما مثلا در بحث قطع در فراش خب در قوانین اسلامی ما میبینیم خیلی راحت میان و میگن که اگر این نص صریح قانون هست میگه هرگاه مردی زن خود را در فراش مرد بیگانه ای ببیند میتونه در همون لحظه هم زن و هم مرد رو بکشه. ببینید اینجا اگر ما بخوایم بر مبنای قانون و حقوق انسانی بخوایم برخورد بکنیم، اول حق حیات انسان یک حق بنیادی هست و هیچ کس حق تعرض به اون رو نداره. بعد اگر بخوام خیلی قانونی هم برخورد بکنیم، خب یک انسان باید بره دادگاه و اون شرایط دادرسی عادلانه برش اعمال بشه، بعد اون موقع ما میتونیم بریم مثلا یک سری شرایط رو بر مبنای اون بیان تو جامعه و اجرا بکنیم. یا مثلا ما بقیه مواردی که در قانون وجود داره، قتل عمد فرزند رو این جوازش صادر شده به وسیله قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازات نداره بله به وسیله پدر و جد پدری، یعنی پدر و جد پدری اگر فرزند خودش رو بکشه خب هیچ گونه مجازاتی برایش در نظر نگرفتن، مگر این که مثلا اگر نظم عمومی در جامعه این حرکت مخل نظم عمومی در جامعه باشه ممکن ایشون رو به حبس تعزیری محکوم بکنن، در غیر این صورت خب ایشون هیچ مجازاتی نداره. با کدوم منطق و استاندارد جهانی این مسئله میتونه سازگاری داشته باشه؟ خب ببینید انسان، ببینید ما اینجا دیگه بحثمون بحث حقوق بنیادین هست، یک سری حقوق بنیادی که برای هر انسان وجود داره، اینها چیزی نیست که ما بیایم و بخوایم اینها رو به رأی بگذاریم و اینها رو تقسیم بکنیم بین دیگران. حق حیات برای هر انسانی محترم هست در تمامی دنیا، فکر میکنم در اکثر جوامع توسعه یافته این مسئله حل شده و نسبت به اون انقدر این مسئله حساس هست که شما بیاید ببینید مثلا در همین اتحادیه اروپا گاهن مثلا امریکا رو به خاطر همون تعداد اندک اعدام هایی که داره میاد و خیلی راحت یک سری داروهایی که با اون برای اعدام به کار میبره تحریم میکنه. این مسئله اینقدر یعنی حساس و حیاتی هست، منتها در جمهوری اسلامی خب نه جان انسان ها ارزشی داره و رویه هست که متاسفانه در جمهوری اسلامی خب یک این مسئله نقض حقوق بشر کاملا نهادینه شده، یعنی هر کسی میخواد که با قول معروف جمهوری اسلامی رو بشناسه خب کیه که ندونه که مسئله تبعیض جنسیتی، مسئله نابرابری، شما ببینید مثلا حتی در بحث اقلیت‌های مذهبی طرف به خاطر باور مذهبی که داره
از برابری برخوردار نیست در اون جامعه، یا گاهن از خیلی از حقوق محروم میشه، مثل وضعیت بهایی هایی که داریم ما، مثل وضعیت مثلا زرتشتی ها. مثلا در قانون مجازات اسلامی اگر مسلمانی کافری را بکشه، حالا کافر به زعم اونا میگن غیر مسلمانی رو بکشه، خب فقط به دیه محکوم میشه، ولی اگر همون غیر مسلمان بیاد و اقدام مشابه رو انجام بده، این رو میان و خیلی راحت حکم اعدام برای صادر میکنن. ببین عبدالکریم جان، دو نکته هست. یکی این که اگر پدر یا پدر بزرگی فرزندی رو بکشه مجازات نخواهد شد، این در جامعه داره اتفاق میفته، این قانون اجرا میشه، که تراژدی رستم و سهراب رو داریم، قتل سهراب به دست فرزندش در شاهنامه فردوسی همچنان همیشه یادآور این تراژدی و سنگینی باره، چون این قتلی است بر ضمیر اجتماعی و تاریخی یک ملت، بر وجدان تاریخی یک ملت، چون این سهمگین هست و مجازاتی. اما در جمهوری اسلامی ولایت فقیه نداره، یعنی اگر رستم می بود شاید نمیدونم چه واکنشی می داشت. و یک نکته دیگه، ببین همین خبر آمده و منتشر شده، خوندم در قبل، سهیل عربی محکوم به اعدام شده به عنوان سب نبی و عمه عطار، به اهانت به پیامبر امامان شیعه. خیلی خوب، ما میگیم شما یک حکومت مدعی هستین اسلامی هستید، ولی بارها و بارها و بارها بر منبرها تأکید کردن، این داستان رو گفتن که خود پیامبر اسلام روزی در مدینه که رد می شد، روزهایی بود که رد می شد، کسی بر سرش خاکستر می پاشید. یه روز رد شد، گفتن که نیست، نبود خاکستر، نه، گفتن مریض اون بابایی که میره، حالا بانوی بود، مردی بود، و ایشون رفت به عیادت اون آدم. این خود پیامبر اسلامه، مگر نیست، مگر نگفتن؟ حالا در قرن 21 جوانی در یه گوشه ای شاید چیزی گفته در فیسبوکی، اینو باید گرفت اعدام کرد، خطر اعدام تهدیدش میکنه. تفسیر شما رو میشنویم، بفرم. ما قبل پیش از این هم محسن امیر اصلانی رو داشتیم که متاسفانه به دلیل توهین به، حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی عنوان کرد توهین به حضرت یونس، ایشون رو اعدام کردن. خب این شرایطی که امروز متاسفانه وجود داره، اینها معمولا بر اساس اون شرایطی که خود جمهوری اسلامی تعریف کرده برای شهروندانی که در اون جامعه دارن زندگی میکنن، خب یک سری خط و خطوطی رو، یک سری مرزبندی هایی رو تعیین کرده برای افراد در جامعه که تخطی از اونها رو متاسفانه میاد و باعث میشه که با چنین احکام سنگین مواجه بشه. خب اینها، این نوع صدور احکام اعدام خصوصا نسبت به مقدسات در شرایطی که مقدسات مذهبی در ایران به شدت داره کم رنگ میشه، به نوعی میشه گفت اینها خودشون احساس خطر کردن نسبت به مسئله کم رنگ شدن باورهای مذهبی، خصوصا با این شرایطی، با این شرایطی که اینها به وجود آوردن و هر کاری رو که انجام میدن خب میان و مثلا اعدام میکنن، یا بقیه قوانین رو میان، زمانی که قوانین ضد بشری رو میان اجرا میکنن و میگن که این عین اسلام هست و این دستور خداوند هست، خب اینها، این ترس براشون به وجود اومده که نکنه این مسئله به صورت فراگیر به وجود بیاد. هر از چندگاهی میان و عده‌ای از فعالینی که حالا پژوهش میکنن در زمینه مذهب، در زمینه بقیه موارد رو، برای ایجاد وحشت و برای ایجاد رعب و وحشت و برای اینکه این مسئله فراگیر نشه رو متاسفانه میان و حکم اعدام میدن. ولی در همین حکومت اسلامی هست عبدالکریم جان که زمینه برای اهانت به پیامبر، قرآن، همه اینا رو متاسفانه خود حکومت فراهم کرده. احترامی که دین داشت پیش از انقلاب به سر جای خودش بود، اما این زمینه بی احترامی رو خود حکومت مهیا کرد با رفتارشون، با کردارشون. متاسفانه وقتمون تموم شد عبدالکریم عزیز، سپاسگزار هستیم و امیدواریم که در برنامه‌های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید.
ممنونم از شما جناب آقای چلنگی که این وقت در اختیار من گذاشتید. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران زاگرس، کرکسکو در اصفهان و تفتان در بلوچستان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار بود.